چرا با وجود تکذیب شدید مقام‌های ترکیه اتهام خرید نفت از داعش توسط این کشور کماکان در رسانه‌ها مطرح می‌شود؟ و در آمریکا رقابت‌های درون دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در چه مرحله‌ای است؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. مجلس عوام بریتانیا بعد از کشمکشی طولانی نهایتاً با رأی بالا طرح حمله به گروه دولت اسلامی یا داعش را در سوریه تصویب کرد. ساعتی بعد از صدور مجوز حمله به مواضع داعش در سوریه، هواپیماهای بریتانیایی اهدافی را در میدان نفتی عمر که کنترل آن در اختیار داعش است بمباران کردند. در بحثی طولانی که در جریان بررسی طرح حمله به داعش در مجلس بریتانیا در گرفته بود، بسیاری از نمایندگان به لزوم نابودی منابع اقتصادی داعش از جمله ضربه به توان صدور نفت خام توسط این گروه تاکید کردند. گروهی از این نمایندگان همچنین از عملکرد ترکیه در خصوص خرید احتمالی نفت از داعش به شدت انتقاد کردند، اتهامی که به رغم تکذیب مکرر مقام‌های ترکیه کماکان در رسانه‌ها مطرح می‌شود و روسیه هم بر درستی آن اصرار دارد. در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با نادر انتصار، رئیس بخش علوم سیاسی دانشگاه آلاباما جنوبی که از شهر موبیل با ماست، و عباس ولی، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استانبول، از همین شهر با ما خواهد بود. اما قبل از آغاز بحث گزارشی خواهیم دید از همکارم مریم افشنگ. حلب در 90 کیلومتری ترکیه بعد از حملات هوایی روسیه. گفته می شود دست کم 40 نفر در این حملات کشته شدند. در یکی از این حملات هوایی در روزهای گذشته، بمب‌افکن نیروی هوایی روسیه هدف جت‌های F-16 ترکیه قرار گرفت و سرنگون شد. ترکیه گفت حریم هوایی کشورش نقض شده بود، ادعایی که روسیه بلافاصله آن را رد کرد، ولی تنش بین دو کشور بالا گرفت. ما اطلاعات بیشتری از مناطق نفتخیز تحت کنترل داعش و گروه‌های تروریستی به دست آوردیم که متأسفانه تایید می‌کنه حجم بالایی از تولیدات نفتی این مناطق حتی در مقیاس صنعتی به مناطقی از خاک ترکیه منتقل میشن. شواهد موجود جای تردید نمیگذاره که انگیزه ترکیه در سرنگون کردن بمب افکن روسی صرفاً تأمین امنیت انتقال نفت به خاک خودش بوده. ما خیشتنداری میکنیم. حرف زدن از سر احساسات برای روابط دو کشور خوب نیست. روسیه باید ادعاهایش را اثبات کند با مدرک و سند. منابع نفتی ما شناخته شده است. ما نفتمان را از ایران، روسیه، عراق، الجزیره و قطر و نیجریه تامین میکنیم. واضح بگم، اگر ادعاهای روسیه ثابت شود، من استعفا میدم. اما سوالم از آقای پوتین اینه که آیا در صورت ثابت نشدن این ادعاها او استعفا خواهد داد؟ اما سایم پوتینه دیورم سن اون مقامدا دورورمز. ادعای رئیس جمهوری روسیه مدت هاست از محافل مختلف و به طرق مختلف شنیده می شود. پیشتر اتحادیه اروپا بارها از دولت ترکیه خواسته بود تا کنترل بیشتری بر مرزهایش داشته باشد و اجازه عبور و مرور حمل تسلیحات به گروه موسوم به دولت اسلامی را ندهد. به تازگی هم گزارش‌های تایید نشده‌ای ترکیه را متهم به کمک و حمایت مالی از پیکارجویان داعش می‌کند و می‌گوید این گروه نفت سرزمین‌های تحت اشغال خود را از طریق ترکیه به فروش می‌رسانند. It's a little misleading, I think. فکر می‌کنم کمی گمراه کننده باشه که دولت ترکیه رو به حمایت مستقیم از داعش متهم کنیم. تا انتهای سال 2014 در مقابل داعش مدارای بیشتری وجود داشت. عده‌ای از افراد نیروهای داعش به راحتی میتونستن تا اون زمان از مرز ترکیه رفت آمد داشته باشند و مایحتاج خود را از ترکیه فراهم کنند. اما کم کم سختگیری‌ها نسبت به این فعالیت‌ها بیشتر شد. سختگیری هم در مورد نیروهایی که از کشورهای دیگه می‌خواستن به ترکیه برند و از اونجا به داعش بپیوندند، و هم سختگیری در مورد امکان تهیه تجهیزات از جمله غذا و وسایل مورد نیاز از داخل ترکیه.
اون اوایل ترکیه با برخی گروه‌های مخالف دولت سوریه رابطه داشته، اما من هیچ نمونه‌ای به یاد ندارم که ترکیه به طور مستقیم اسلحه در اختیار داعش قرار داده باشه. اینکه چه کشوری حامی مالی و اقتصادی داعش و پیکارجویان این گروه تندرست علامت سوالی است که بسیاری به دنبال پاسخ آن هستند. پس از سقوط بمب افکن روسی و ادعاهای ولادیمیر پوتین علیه ترکیه، با زمزمه‌های از حمایت پشت پرده ترکیه از تندروهای داعش شنیده می‌شود. از اوایل 2015 سختگیری‌ها بیشتر شد و تعدادی هم از هواداران داعش در ترکیه دستگیر شدند. همینطور اقداماتی هم علیه عضوگیری داعش و تبلیغات اونها صورت گرفته که البته کافی نبوده. ما همینطور شاهد چند حمله هوایی ترکیه به مواضع داعش در سوریه هم بودیم. بنابراین روابط تغییر کرده. البته هیچ وقت هم به سادگی نمیشه گفت رابطه سیاه و سفید بوده. علی‌رغم ائتلاف جهانی علیه داعش و بمباران مواضع این گروه، گروه دولت اسلامی هنوز معضل بزرگ منطقه است. گروهی افراطی که به نظر میرسد مشکل اقتصادی خود را با فروش نفت حل کرده است. با این حال به نظر میرسد اتحادیه اروپا و غرب این روزها بیشتر نگران سیل پناهجویان راهی اروپا هستند تا قطع ارتباط مالی و اقتصادی داعش با دنیا. قول کمک 3 میلیارد یورویی به ترکیه برای کنترل پناهجویان در نشست اضطراری اخیر سران اتحادیه اروپا شاید نشانه ای از اولویت غرب در این خصوص باشد. متشکرم از همکارم مریم افشنگ و سپاسگزار از دو مهمانی که در بخش اول برنامه با ما هستند. آقای ولی، اتهاماتی که در گزارش هم مطرح شد علیه ترکیه داره مطرح میشه در خصوص خرید نفت از گروه دولت اسلامی یا داعش، فکر میکنید چقدر این اتهامات ممکنه واقعا قرینه صحت باشه؟ به نظر من اثبات دقیق و مستند این اتهامات در شرایط فعلی بسیار مشکل خواهد بود، علی‌رغم اینکه آقای پوتین گفتن که اسنادی دارن، مدارکی دارن که میخواهن این را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه بدن. علی‌رغم اینها به نظر من انتظار اینکه یک همچین یعنی تأیید مستندی بر این اتهامات پیش بیاد به نظر من خیلی مشکله. اصل قضیه هم اینجور هستش که اگر این رابطه وجود داشته باشه و بر اساس حرفای زیادی که حتی در رسانه های ترکیه گفته میشه و نوشته میشه، اگر همچین رابطه‌ای وجود داشته باشه، این رابطه در سطح حکومتی به اون شکل نیست و این بیشتر در از وظایف و اعمال یک گروه های خاصی یا گروه ویژه‌ای در ساختار امنیتی و سازمان های امنیتی دولتی ترکیه خواهد بود و اینها هم قطعا به اون ترتیبی رفتار نخواهند کرد که اسناد مدارکی به جا بذارن که بشه به این طریق از اینا استفاده کرد. به نظر من کل مطلب باید در چارچوب وسیع‌تر برخورد دو استراتژی متفاوت در سوریه دیده بشه. استراتژی دولت ترکیه که میخواهد به هر نحوی شده حکومت آقای اسد را ساقط بکنه و استراتژی دولت روسیه که میخواهد به هر نحوی شده حکومت فعلی را با وجود و یا بدون آقای اسد در اونجا برقرار بکنه. به نظر من این اتهامات الان یک چیز دیگه، یک جنبه دیگه هم نشون میدینه که به اصطلاح مؤلفین و کسایی که این استراتژی را در اونجا گذاشت به جا، یعنی این تصمیم گیری استراتژی کردن و دارن اجرا میکنن، بیشتر در سطح خیلی بالا هستش، به طوری که الان میبینیم که مشکلات بین دو کشور بیشتر شبیه مشکلات بین دو فرد شده و وزرای خارجه قراره در منطقه بالکان به نظر میاد در سربیا یا جای دیگه اینا همدیگر را ببینن. ولی آقای اردوغان، یعنی آقای ولی ببخشید، شما بخش عمده ای از ماجرا رو فکر میکنید که اینو درگیری لفظی بین آقای اردوغان و پوتین هست یا دعوایی بین روسیه و ترکیه؟ ولی قبل از اینکه حالا این ماجرای روسیه و ترکیه
پیش بیاد بحث سقوط هواپیمای روسی رو مطرح عرض میکنم. قبل از اون هم در بسیاری از رسانه‌های این اتهامات مطرح بود، یعنی بحث اینکه ترکیه داره در حجم انبوه از داعش نفت خرید میکنه یا اینکه نه کمک میکنه به داعش برای فروش نفتش. بله من نمیگم که نمیکنه و این اتهامات هم دقیقا میگن که همچین به اصطلاح تجارتی در جریان و در جریان بوده، مدت دو بیشتر از 2 سال هستش و این را میگن، ولی اینی که عاملین این چه کسایی هستن مشخص نیست. شما ضرورتا فکر میکنید که روشن نیست که حتما مقام های دولتی دست داشته باشن، احتمالا یه نوع حالا ممکنه باند تبهکاری یا قاچاق یا شرکت شاید در دستگاه امنیت. به نظر من باند تبهکار نیست، اینا گروه های ذی‌نفعی هستند در جامعه ترکیه که نمیتونن یه همچی کاری را بدون همکاری سازمان های امنیتی ترکیه انجام بدن. اجازه بدید نظر آقای انتصار رو بشنویم. جناب انتصار. بله، البته مدرک، اگه ما دنبال مدرک هستیم که کاملا و 100% نشون بده که یک رابطه ای هست بین داعش و دولت ترکیه که اجازه میده که نفت به طور راحت از طریق سوریه بره به طرف ترکیه، در اون مورد ما هنوز مدرکی نداریم. روسیه هم مدرکی ارائه نکرده، ولی گرچه گزارش های مختلفی ندن از طرف روسیه بلکه از طرف روزنامه های غربی و افراد مهم در غرب. آخر کسی که این حرف زد آقای سرلشکر وزلی کلارک بود که دیروز این ادعا رو تکرار کرد. بنابراین ولی در این که نفت از طریق داعش به طرف ترکیه رفته، به نظر من در اون مقدار زیادی مدرک غیر قابل ثابت هست. عکس های از طرف فضایی گرفته شده که کاملا نشون میده کامیون هایی که دارن از طرف نفت میبرن به طرف ترکیه، کامیون هایی که نفت میبرن به بندرهای مختلف که ترکیه در اونجا دسترسی داره. حالا مسئولش این کیه؟ آیا دولت ترکیه مستقیما در این مورد شرکت داره یا خبر نداره؟ افراد واسطه هستن. در این مورد بحث‌های مختلف هست. در یعنی بر اساس عکس‌های ماهواره‌ای مجموع مداره که حالا نه چندان خیلی محکمی که قطعی بشه گفت، ولی جامعه سر اشاره میکنید که به هر حال مداره که وجود داره که نشون میده که یک نفتی در حجم بسیار زیاد داره به سمت ترکیه منتقل میشه از مناطق تحت کنترل داعش. تخمین هایی که زده میشه که این هول و هوش سالی 500 میلیارد دلار ارزش این نفت هست. البته اینم باید در نظر داشت که اون نفت به قیمت خیلی کمتر از قیمت بازار، یعنی قیمت رسمی بازار داره فروش میره. ولی آقای انتصار یه سوال مهم اینجا پیش میاد. اگر چون این مدارکی وجود داره، اگر تصاویر ماهواره‌ای نشون میدن که تانکرهای نفتی به اون سمت سرازیر هستن در حجم بسیار زیاد، هول و هوش یک سال هست که آمریکا و بعضی از کشورهای دیگه، عمدتاً آمریکا چون 90% حملات هوایی رو آمریکا داره انجام میده، مناطق مختلف سوریه و عراق رو داره بمباران میکنه، چرا این کاروانهای حامل نفت تا حدود 1 ماه پیش بمباران نشده بود؟ یعنی در 1 سالی که از این بمباران ها گذشته چرا به اونها هیچ صدمه ای وارد نشد؟ بله این یه سوال بسیار خوبیه. یکی از دلایلی که مخالفان سیاست غرب و ترکیه در این مورد میگن اینه که دولت‌های غربی به هر حال اتهام به اینا وارد شده که با وجود اینکه میتونستن به راحتی این رفت و آمد فروش و خرید نفت رو قطع کنن، این کارو نکردن تا همین 1-2 ماه اخیر. چرا این کارو نکردن؟ این سوالی است که جوابش من ندارم در حقیقت. ولی حدس و گمان ها چی آقای ولی؟ فکر میکنید واقعا چه سودی رو چه کسی ممکن بود ببره از این ماجرا که در واقع تعرضی به این نقل و انتقال نفتی نشده تا کمتر از 1 ماه پیش، که البته بعد چون روسیه وارد شد و آمریکا هم زد بخشی از این محموله ها رو، ولی قبل از اون حمله به اینها نمیشد؟ در اینجا مسئله پیچیده تر از اونی که به نظر میرسه، ولی چند تا مطلب مهم هست. یکی اینه که تا به حال قبل از اینکه روسیه این حملات را شروع بکنه، قبل از اینکه بیاد
موشک‌های زمین به هواش در 50 کیلومتری مرز ترکیه بذاره. قبل از اینکه این هواپیما ساقط بشه، اطلاعاتی که در اونجا بود بیشتر از طریق ترکیه رد و بدل میشد. ترکیه سیاستش این بود که مرز را ناامن نگه داره و غرب را وادار بکنه که بتونه در اونجا یک منطقه حائل به وجود بیاره که بتونه با استفاده از منطقه حائل به هدف اصلی استراتژیکش که از بین بردن مقاومت کردهای سوریه در اونجا است از بین ببره. یکی اینه. دومش این دوم مسئله دوم اینجا این هستش که این منابع نفتی در حقیقت منابع نفتی برای رژیم سوریه هم هستن. رژیم سوریه هم این منابع نفتی را ازش استفاده میکنه و حتی گزارش هایی هست که میگویند که رژیم سوریه مبادلات و معاملات نفتی با داعش داره، برای اینکه نمیتونه بدون این نفت به اهداف استراتژیک خودش برسه، از نظر نظامی نمیتونه تحرک داشته باشه به اندازه کافی و این نفت و مواد نفتی برای اونها هم در این مورد لازم است. ولی الان که روسیه وارد عمل شده، قطعا به نظر میاد که وابستگی رژیم اسد به این نفت و معاملاتش با داعش کمتر شده باشه. این هم یکی از دلایل دیگه است. منتها دلیل دیگرش هم این هست که در خود رژیم ترکیه هم یک دستگی، یعنی اتحاد نظر در این مورد وجود نداره. چنین به نظر می رسد که بین ستاد ارتش ترکیه و سازمان‌های امنیتی ترکیه که سیاست‌های ترکیه را در مناطق مرزی اداره می‌کنند اختلاف نظر باشه. به نظر میاد که ستاد ارتش ترکیه این تضاد و این برخورد را در مناطق امنی نمی‌خواد و این هدف استراتژیک حکومت ترکیه را که منطقه حائل امنی در اونجا به عمق 100 کیلومتر باشه نمی‌خواد، برای اینکه میگن که اونجا گرفتنش راحته ولی نگه داشتنش از نظر نظامی بسیار مشکله. بله. این را نمیخواد و از طرف دیگه نمیخواد به اون طریقی که این سیاست، یعنی تقریبا باز بدون هدف استراتژیک یعنی سابع متغیر بسیار. یعنی هدفی، تمام اهداف استراتژی ترکیه روی مسئله اسد تکیه کرده و این برای یک نرمش استراتژیک استراتژی نرم نظامی در منطقه حساس بسیار مشکله. جناب انتصار، بخش عمده‌ای از اقتصادی که حالا داعش بر اساس اون داره مناطق تحت کنترل خودش رو میچرخونه روی نفت متکی شده. بخشش میادین نفتی دور موسل هست، یه بخش در عراق، بخشش هم که در دیر الزور در سوریه. ولی غیر از نفت، اقتصاد داعش روی کدام منابع دیگر متکی است عموما؟ بله، همونطور که شما گفتین نفت یک منبع مهمی است، ولی مالیات از افرادی که زیر نظر اونا هستن، زیر کنترل هستن، اونم یک منبع دیگه است. ولی با توجه به اینکه وضع اقتصادی سوریه بسیار بده و مناطقی که تحت کنترل داعش هست مناطق فقیری هستن، از نظر مالیات ما نباید فکر کنیم که منبع خیلی مهمی داعش داشته باشه. سومین، به جز نفت و مالیات، سومین منبع مهم درآمد داعش منابع مالی است که از کشورهای دیگه به طور غیر مستقیم، به طور غیر مستقیم به داعش میرسه. این منابع بیشتر کشورهای عربی خلیج فارس هستند، به خصوص در قطر، امارات و عربستان سعودی. افراد ثروتمند، کسانی که سال هاست، دهه هاست که به افراد سلفی و افراطی اسلامی کمک های شایانی میکنن، هنوز این کمک های خودشون رو ادامه میدن و این یکی از مهمترین، به نظر من حتی از نفت هم ممکنه مهمتر باشه، درآمد، منبع درآمد داعش. جناب انتصار، با توجه به اینکه به نظر میاد حداقل در حد
بحث‌های سیاسی. دیروز روز چهارشنبه پارلمان بریتانیا تصویب کرد افزایش حملات به داعش رو، خصوصا در واقع برای اولین بار نیروی هوایی بریتانیا همکاری خواهد کرد در حمله به مواضع داعش در سوریه. مقصودم این هست که با توجه به اینکه مقدار ظاهرا تمرکز روی ماجرا بیشتر شده بعد از حملات پاریس، همینطور خود دولت فرانسه هم بسیار مصر هست که هم خودش اقدامات بیشتر رو داره انجام میده، هم از روسیه هم از آمریکا خواسته که این حملات افزایش بده، فکر میکنید که آیا به یه نقطه عطفی داریم نزدیک میشیم از این نظر که واقعا این ائتلاف بین‌المللی دارن به اون سمتی میرن که بخوان بخوش کنن ریشه داعش رو، یا حداقل منابع مالیش رو که بتونه تضعیف جدی بکنه این گروه رو، یا نه؟ به نظر من یه خود زوده که به این نتیجه برسیم، ولی چیزی که معلومه که در این چند هفته اخیر یک انسجامی بین اهداف کشورهای مختلف که بر ضد داعش هستن داره ایجاد میشه، ولی به نظر من در مقطع کنونی نمیتونیم بگیم که یک انسجام مهمیه. هنوز هدف کشورهای مختلفی که در بر ضد داعش هستن اینا اهداف مختلفی دارن و تا موقعی که اهداف یکسان نداشته باشن، و منظورم از اهداف یکسان اینه که اولین هدف باید نابودی کامل داعش، نابودی مالی، نابودی استراتژیک داعش باشه. تا موقعی که این هدف اصلی تمام کشورهای ضد داعش نباشه، به نظر من ما این سیاست‌های ضد و نقیضی رو که در این سال‌های اخیر دیدیم باز خواهیم دید. آقای ولی چرا این اتفاق نمی‌افته؟ اگر اجماع عمومی حداقل در ظاهر برای این هست که به هر حال داعش یک گروه به قول بسیاری از کشورها اهریمنی هست که باید از بین بره، چرا این اجماع صورت نمی‌گیره علیه این گروه؟ به نظر من چند تا دلیل هست. یکی تجربه بسیار بد عراق، که این تجربه باعث شده که تمام اونهایی که تمام نیروها و کشورهایی که به طریق ذینفع هستند و از نظر نظامی دخالت میکنن، با دخالت زمینی با حمله ارتش و زمینی مخالف هستند، بنابراین این عمر داعش رو بسیار بیشتر میکنه. دوم، ماهیت اکتورها و عوامل فعالی هستند که در اینجا هستند، حکومت اسد، وزن بسیار بزرگ حکومت ایران در اینجا در پشتیبانی از اسد، و همچنین وزن بسیار بزرگ ایران در عراق و جبهه بندی هایی که در عراق صورت گرفته، به طریقی این مسئله رو تبدیل به جنگ شیعه و سنی کرده. به نظر من حکومت‌های غربی، قدرت‌های غربی در نمیتونن به اون راحتی در این مورد جبهه بگیرن و سیاست‌های بسیار مشخصی را در این مورد اجرا بکنن. اونچه که مسلم هستش در سوریه و عراق بسیار وضع یعنی پیچیده‌ای دارن، ولی تا وقتی که مشخصاً اینطور هستش که اشتباه استراتژیک غرب این هستش که تمام اینجا اهمیت همش روی سوریه باشه، به نظر من به این برخورد، این رویکرد درست نیست. تا وقتی که مسئله عراق حل نشه، مسئله سوریه حل نخواهد شد. بخشی از در واقع تشکیل بزرگتر شما میبینید ماجرا را. اگه برگردیم به باز مسئله نفت و اتهاماتی که مطرح میشه علیه ترکیه، جناب انتصار حتما ملاحظه کردید بخشی از این اتهامات، حالا چه از طرف دولت روسیه چه از طرف مطبوعات و رسانه ها، خصوصا در خود ترکیه بخشی از این اتهامات مطرح میشه، این هست که خانواده آقای اردوغان، فرزندش بلال اردوغان هم در این ماجراها به نوعی دخیل بودید. این اتهام ها رو چقدر میشه جدی گرفت؟ مدرک به اون طوری که در دست باشه که این اتهامات بتونه کاملا ثابت کنه در حال حاضر وجود نداره، ولی خب صحبت‌های بسیار زیادی شده الان مدت‌هایی است که شرکت‌هایی که زیر نظر آقای فرزند آقای اردوغان هستن، بلال اردوغان هستن، و مرتب در موردش مقالاتی نوشته میشه که چجوری ایشون کنترل میکنه منابع مالی این شرکت‌ها رو و این شرکت‌ها چگونه مسئولیتی در مقابل دولت ترکیه ندارن. اینجور مسائل در موردش زیاد نوشته میشه و فساد در مورد خانواده اردوغان که همونطوری خود شما هم گفتین حتی در خود بعضی از
روزنامه‌های ترکیه هم در موردش نوشته میشه. این مسائلی است که هست به هر حال. چه اجازه بدید تحلیل آقای ولی رو هم در انتها بشنویم در این خصوص جناب ولی. ببینید این مسئله همچنان که یعنی گفته شد یعنی مستند نیست. حرف بسیار زیاده و تحلیل خیلی زیاده در رسانه ها ولی مستند نیست. ولی چیزی که هست اینه که سیاست های حکومت حزب عدالت و توسعه چه وقتی که آقای اردوغان نخست وزیر بود و چه وقتی که ریاست جمهوری را به عهده گرفت طوری بوده که در مسئله سوریه، مسئله تمام کار مثلا سیاست‌های علنی و غیر علنی، امنیتی، نظامی، اقتصادی اینا با سیاست‌های داخلی ترکیه عجین شده، به هم آمیخته است و این مسئله را بسیار پیچیده می‌کنه. چندان که در واقع به علت این سیاست‌هایی که این حکومت پیش گرفته، داعش، داعشیزم و سیاست‌هایی که اونها پیش گرفتن در بین طرفدارای حزب حاکم طرفداری نسبتاً زیادی داره. همون روزی هم که مثلا در پاریس چنین فاجعه‌ای اتفاق افتاده بود، در قاضی انتب یک عده ابراز خوشحالی می‌کردن. یا حتی در شرایطی هم که دیده میشه مثلا در زمین میدانهای فوتبال یک دقیقه سکوت میکردن به احترام واقعه یا فاجعه پاریس، بخشی از تماشاچی ها هو میکردن. این نشون میده که این سیاست ها چنان مسئله داعش، داعشیزم، سوریه اینا تا حد زیادی فقط مسئله سیاست خارجی ترکیه نیست و با سیاست داخلی ترکیه به هم آمیخته و این نتیجه سیاست‌های حزب حاکم در یک سال و نیم دو سال گذشته بوده. سپاسگزارم. عباس ولی در استانبول و همینطور نادر انتصار در آلبوم. بسیار متشکرم. همونطوری که اشاره کردم به هر حال بخش عمده ای از این تصویر بسیار مخشوشی از گزارشایی که میرسه رو ضرورتا نمیشه همش رو تایید کرد، ولی خب درباره بخشی از اونها صحبت کردیم. بسیار متشکرم از هر دوی آقای. 11 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی است و تا حدود 2 ماه دیگر بناس انتخابات درون حزبی در ایالت‌های مختلف برای تعیین تکلیف نامزد نهایی 2 حزب عمده این کشور یعنی جمهوری خواهان و دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری آتی روشن شود. در بخش دوم برنامه به وضعیت کمپین‌های درون حزبی و مهمترین مسائلی که در این مبارزات نفسگیر مطرح شده خواهیم پرداخت، اما قبل از آن گزارشی خواهیم دید از همکارم بهمن کلباسی. دونالد ترامپ نام خود را روی هلیکوپترش می‌گذارد و پیام نامتعارفش او را در صدر نظرسنجی‌ها در میان 15 کاندیدای جمهوری‌خواه برای رسیدن به نامزدی این حزب قرار داده است. جمعی که اکثریتشان سیاستمداران شناخته شده هستند و عادت دارند با محاسبه هزینه و فایده شعار و وعده انتخاباتی بدهند. آقای ترامپ اما اهل سبک سنگین کردن حرفهایش نیست و از اینکه به نژاد پرستی، ضدیت با مهاجران یا تحقیر زنان متهم شود هم ابایی ندارد. 2 ماه تا رأی‌گیری درون حزبی در نخستین ایالت از 50 ایالت آمریکا باقی است و بسیاری از رهبران سنتی جمهوری خواهان هنوز امیدوارند در این فرصت اعضای حزب در حمایتشان از آقای ترامپ تجدید نظر کرده و شخصی قابل قبولتر را نامزد حزب کنند. کسی که از دید آنها شانس بیشتری برای شکست دادن هیلاری کلینتون نامزد اصلی حزب دموکرات در انتخابات سراسری ریاست جمهوری پاییز سال آینده داشته باشد. و این یعنی نه بگیم به دونالد ترامپ. ایده ای ممکنه فکر کنن صحبت‌های آقای ترامپ بامزه و سرگرم کننده است، ولی من فکر نمی‌کنم این بامزه باشه. وقتی کسی به مهاجران توهین می‌کنه، به زنان توهین می‌کنه، این یه رفتار غیر قابل قبوله. خانم کلینتون فقط 2 رقیب در حزب دموکرات دارد و از هر دو با فاصله بسیار جلوست. مناظره پس از مناظره اما می‌آید و می‌رود و دعواها و حملات لفظی نامزدها به هم و به آقای ترامپ نتوانسته در آرایش میان رقبا تغییری ایجاد کند.
دوران تقریبا 2 ساله تبلیغات انتخاباتی برای ورود به کاخ سفید معمولاً بالا و پایین‌های زیادی را تجربه می‌کند. در دوره‌های گذشته بارها کسانی که بر اساس نظرسنجی‌ها مدتی پیش بودند در روز رأی‌گیری با اقبال چندانی روبرو نشده و برعکس نامزدی که بسیاری از ناظران پیش‌بینی کرده بودند شانسی ندارد پیروز شده است. آیا این تجربه تکرار خواهد شد یا واقعاً اکثریت نسبی اعضای حزب جمهوری‌خواه آماده‌اند مردی ثروتمند را نامزد کنند که هیچ تجربه مسئولیت سیاسی نداشته و با زبان و ادبیاتی عامیانه قواعد بازی را به هم زده است؟ ما باید یه دیوار بسازیم. خیلی هم سریع باید این کار رو بکنیم. اشکالی نداره یه در بزرگ خوشگل هم توی این دیوار داشته باشیم تا مردم بتونن قانونی وارد این کشور بشن. اگر چنین شود زلزله‌ای خواهد بود در دنیای سیاست آمریکایی‌ها با پیامدهای گسترده برای جمهوری خواهان. گزارش همکارم بهمن کلباسی بود. متشکرم از دو مهمانی که در این بخش از برنامه با ما هستند. امید معماریان، روزنامه‌نگار و فارغ التحصیل دانشگاه برکلی که از نیویورک با ماست و آرش غفوری تحلیلگر کارزارهای انتخاباتی که از واشنگتن با ما خواهد بود. بسیار خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. آقای غفوری، بهمن در انتهای گزارشش صحبت از یه زلزله سیاسی کرده، اگر آقای ترامپ به مراحل انتهایی برسد چرا فکر میکنید که بسیاری از رسانه‌ها این رو یک زلزله تلقی میکنند و چقدر این شانس وجود داره اصولا که دونالد ترامپ بتونه واقعا بره بالا؟ دو تا بحثه. یکی اینکه آقای ترامپ بتونه تو رقابت مقدماتی حزب جمهوری‌خواه بیاد بالا، و دوم اینکه بتونه خانم هیلاری کلینتون رو به احتمال زیاد که هیلاری کلینتون کاندید دموکرات خواهد بود در انتخابات نهایی شکست بده. توی هر دو موضوع شک و تردید وجود داره، به خصوص در مورد اینکه ایشون بتونه خانم کلینتون رو شکست بده. به دلایل مختلف توضیح میدم چرا. یه بحثی که حالا آقای کلباسی هم توی گزارششون مطرح کردن در مورد اینکه آقای ترامپ در نظرسنجی‌ها الان جلوتر هستن. ایشون خودشون آخر گزارش هم گفتن که مورد ما زیاد داشتیم که کاندیدایی در مراحل مقدماتی تو زمان‌های طولانی در صدر نظرسنجی‌ها بوده و بعداً شکست خورده. واقعیتش اینه که ما الان به هیچ وجه نمیتونیم به نظرسنجی‌های انتخاباتی به این معنی که الان میاد خیلی متکی باشیم. نظرسنجی انتخاباتی 2 سطح رو در بر میگیرن. 1 سطح سطح ملی هستن. تو این سطح ملی حدود 30% یا 32-33% کسایی که شما تو این نظرسنجی شرکت میکنن کسایی هستن که در روز انتخابات نخواهند رفت رای داد. یعنی شما الان اگه از کسایی که تو نظرسنجی رو تحلیل میکنن بررسی بکنیم، میبینیم حدود 90% افراد کسایی هستن که میگن میریم رای میدیم به یکی از این کاندیداها. درسته که روز انتخابات اینطوری نخواهد بود. ما خودمون تو دانشگاه جورج واشنگتن این نظرسنجی داشتیم در مورد کاندیدای انتخابات. می‌خواستیم در بیاریم که چه کسایی در نهایت رأی خواهند داد. بهشون میگن لایکلی ووترز ها توی امریکا. یه سری متغیر در نظر گرفته میشه و این متغیر با هم ترکیب میکنن که لایکلی ووترز ها رو در بیارن. اما توی این موضوع یکی از سوالایی که پرسیده شده بود این بود که شما در انتخابات ریاست جمهوری 2012 شرکت کردین یا نه؟ حدود 90% گفته بودن، 92% گفته بودن تو انتخابات ریاست جمهوری 2012 شرکت کردن. اینا کسایی هستن که ما میدونیم تو انتخابات ریاست جمهوری 2012 بوده 54 تا 54% تعداد آرای مشارکت بوده. 30% به طور متوسط کسایی هستن تو این نظرسنجی ها که فارغ از اینکه میگن با آقای ترامپ رای میدن یا با آقای کروز رای میدن یا با آقای روبیو رای میدن، در روز انتخابات انتخابات نهایی که هرگز نخواهند اومد ضرورتاً خیلی نمیشه اعتماد کرد به نتایج این نظرسنجی ها. به بله و دلایل سیاسی آیا میشه در واقع اشاره کرد جناب غفوری برای اینکه چرا دونالد ترامپ ممکنه که نتونه از اقبال عمومی مواجه بشه؟ یک دو جمله لطفا. نه، من گفتم که نظرسنجی نمیشه اعتماد کرد به این معنی نبود که آقای ترامپ نمیتونه کاندیدای نهایی بشه. اتفاقا ایشون میتونه کاندیدای نهایی بشه به خاطر اینکه ایشون تونسته یک سری قواعد بازی رو بشکنه. این قواعد بازی سیاست رو بر اساس معیارهایی که خودش توش برتره و معیارهایی که فکر میکنه توش مزیت رقابتی با سایر رقباش داره تو جمهوری خواهان تعریف میکنه، به خاطر این از اونام جلو هست. ولی اگر از اون طرف خانم کلینتون بیاد احتمالا نخواهد تونست جلویشون پیروز بشه. آقای
معماریان، شما چگونه میبینید ماجرا رو؟ اتفاقا یه نکته حالا جالب شد، اگر واقعا بشه پذیرفت که آقای ترامپ ممکنه که نامزد نهایی حزب جمهوری خواه تلقی بشه، با توجه به اینکه کسی هست که تقریبا میشه گفت که هیچ کدوم از اون معیارهای شناخته شده برای یک سیاستمدار جا افتاده و مورد قبول رو عملا میشه گفت نداره، چرا پس میتونه از اقبال عمومی مواجه بشه احتمالا؟ ببینید، این اقبال عمومی که شما میفرمایید خیلی نسبی هستش. در نظر بگیرید که مثلا در حزب دموکرات ما با 3-4 کاندیدا مواجه هستیم و به خیلی مشخص‌تر هست مرزها. در حزب دموکرات، در حزب جمهوری‌خواه ما با بیشتر از 15 تا کاندیدا مواجه هستیم. آقای ترامپ تونستن مثلا بین 25-30% نظر رای دهنده ها رو در حزب جمهوری خواه جلب کنن، برای اینکه تعدد کاندیداها خیلی زیاد هست و دوما ایشون نسبت به بقیه پیام خیلی مشخص‌تر و خیلی جداتری دارن. مثلا دوستان ویژگی دارن که خب برای بعضی از رای دهنده های جمهوری خواه جذاب هست. اولا اینکه مثلا ایشون وابسته به لابی‌های که در آمریکا هستن، یه گروه‌های که به هر حال پول میدن به کاندیداها، اینها نیستن و پول خودشون رو خرج می‌کنن، این برای بعضیا جذاب هست. دوم مثلا ایشون قبلا تو سیاست نبودن و یک کسی خارج از سیاست حساب میشن و برای بعضی بازار جذاب هستن که ایشون مثلا تو آدم قدیمی نیستن که بخوام تو همون سیاست قبلی رو بخوام بازی تولید کنم. بنابراین 25% از حزب جمهوری خواه، رای دهنده جمهوری خواه، عملا چیز زیاد قدرتمندی نیست و همونطور که آقای غفوری گفتن خیلی شکننده است. و به نظر من وقتی که برسیم به انتخابات به هر حال مقدماتی و بعدش اینها، هیچ قابل اتکا نخواهد بود. و با همین وضعیتی که آقای ترامپ دارن، با توجه به این گزارش شما نشون دادین، اینها مواردی که ایشون در صحبتشون گفتن عملا برای انتخاباتی که ملی برگزار میشه بعد از انتخابات مقدماتی زهر هستش. برای همین هستش که دموکرات‌ها آرزو میکنن که آقای ترامپ بشه کاندیدای حزب جمهوری‌خواه و جمهوری‌خواه وحشت گرفتن و هراس دارن که نکنه که آقای ترامپ بشه کاندیدای حزبشون. به دلیلی که دو تا از توی گزارش شما هم بودش، دو تا از بلاک های مهم جمعیتی در آمریکا، یکی زنان و یکی هم اقلیت ها، در به هر حال در آمریکا با آقای ترامپ وضعیت خوبی ندارن، درصد بالایشون نمیخوام آقای ترامپ رأی بدن، به خاطر اینکه آقای ترامپ در سخنان خودشون و بحثی که میکنن عملا این دو تا گروه منزوی کرد. برای من ایشون در به نظر من شخصا فکر میکنم که حتی اگر به احتمال خیلی کم، یعنی به احتمال به حال خیلی کم، به احتمال خیلی محدودی بتونن که در کاندید حزب جمهوری خواه بشن، در انتخابات سراسری آمریکا شانسی برای پیروزی ندارن. مقابل دموکرات‌ها شکست خواهند خورد. اگر آقای ترامپ نباشه، جناب غفوری، در اون صورت از نامزدهای مطرح دیگه جمهوری خواه کدوم یکی شانس بیشتری داره؟ بن کارسون، جب بوش، آقای سناتور روبیکو؟ من میگم به نظرم سناتور روبیو و سناتور کروز شانس زیادی دارن هر دوتاشون که بیان بالا. جب بوش رو یعنی شما هر جوری حساب بکنین، توی معادله عدد رقم حساب بکنین، شانسش خیلی کم هست، اما به هر حال به خانواده بوش وابسته است و آقای ترامپ، یعنی این 4 نفر کاندیدایی هستن که در نهایت از توی حزب جمهوری خواه شانس بالایی خواهند داشت که بیان بالا. یه نکته رو فقط توجه کنین آقای پاپنچینی، یا کنین حزب جمهوری خواه یه مشکلی که داره، اینها بعضی که انتخابات رو سال 2012 باختن، یک گزارش رو منتشر کردن به نام گزارش رشد و پیشرفت در سال 2013. دلایل شکست‌های انتخاباتیشون رو توی اون گزارش توضیح دادن، یه گزارش 100 صفحه‌ای است. توی این گزارش 4 تا بلوک رأی آمریکایی آفریقایی تبار، زنان، جوانان پایین‌تر از 39 سال و اسپانیش تبارها به همراه اقلیت‌ها، اسپانیش تبارها و ایژین تبارها، گروه‌هایی بودند که جمهوری خواهان تو انتخابات گذشته همه رو باخته بودن به دموکرات‌ها. در میان لاتین تبارها انتخابات گذشته 75% به اوباما رای دادن، حدود 25-26% به جمهوری خواهان رای دادن. جمهوری خواهان تو این گزارش گفته بودن ما اگر بخوایم انتخابات رو ببریم، حداقل احتیاج داریم که در میان لاتین تبارها 43-44% رای رو که جورج بوش پسر در سال 2004 به دست آورد به دست بیاریم. کاری که آقای ترامپ میکنه، این رأی رو، امکان رأی رو که در میان اسپانیش تبارها و در میان زنان که اون هم با اختلاف 10% در سال 2012 رامنی به اوباما باخت، اینها رو جدا میکنه و این باعث میشه که حزب جمهوری خواه خیلی شکننده بشه، یا کاندیداش هم اگه آقای ترامپ باشه به مراتب بدتر.
قبل از اینکه به وضعیت دموکرات‌ها بپردازیم آقای معماریان، تفاوت اصلی که حالا به لحاظ برنامه‌ها یا حرفایی که دارن میزنن بین این یک دو تا نامزد برجسته جمهوری‌خواه بخوایم اشاره بکنیم چه مواردی هستن؟ ببینید، در زمینه مسئله مالیاتی، در زمینه مسئله بیمه سلامت، در مورد بحث مهاجرت، در مورد بحث این چند تا بحث محوری هستش. درست. که به هر حال بحثی که آقای بحث موضوع مهاجرت مسئله خیلی مهمی هستش که بین آقای ترامپ و کاندیداهای دیگه جمهوری‌خواه یک شکاف عمیقی وجود داره. آقای ترامپ عملاً برنامه‌شون رو خیلی ساده مطرح کردن که دیوار بکشیم و محدودیت خیلی سختگیرانه بذاریم، ولی همونطوری که آقای غفوری گفتن، مثلا به خاطر جمعیت مهاجری که در آمریکا هستش برای جمهوری‌خواه دیگه می‌بینن که این مسئله خیلی پیچیده‌تر از اون هست که شما خیلی دیوار بکشن و با دیوار کشیدن مسئله حل بکنن و اونا راه حل دیگه دارن. برای این به نظر میاد چالش برانگیزترین مسائل خواهد بود بین آقای ترامپ و کاندیداهای دیگه، و همینطور مثلا بحث مالیات بستن به پولدارها و یا گذاشتن مقررات بیشتر بر بانک ها، اینجور چیزا هستش که به هر حال به نظر خود فنی تر هستش، کمتر دیده میشه، ولی به نظر مسئله مهاجرت و مسئله سیاست خارجه که آقای اوباما دو مسئله که کاملا به چشم میزنه که آقای ترامپ در این زمینه حرفی زده که بسیار خام هستش و ممکنه که حتی به درصدی از جمهوری خواه خیلی نزدیک باشه، ولی برای ذهنشون خوششون بیاد، ولی در عمل شانس جمهوری خواه رو در انتخابات سراسری آمریکا کاهش میده. آقای غفوری، چرا در جبهه دموکرات ها خیلی ها بازی رو تقریبا نتیجهش رو روشن میدونن و گمان ها بیشتر این هست که خانم کلینتون به نامزدی برسه؟ به دلیل اینکه خانم کلینتون در میان دو گروه رأیی که در روز اول مارچ در ایالت های جنوبی رأی خواهند داد، همینطور دو گروه یعنی آمریکایی های آفریقایی تبار و گروه های اقلیت که در استان در ایالت های مثل ساوت کارولینا و نوادا، یعنی ساوت کارولینا آمریکایی آفریقایی تبار و در نوادا اقلیت ها هستن، اکثریت رأی با فاصله بسیار زیاد از آقای سندرز دارن. در آیووا با احتمال بسیار بالا برنده میشن خانم هیلاری کلینتون، و بعد اینکه بریم به اول مارچ که در سوپر تیوزدی خواهد بود در ایالت های جنوبی و برخی از ایالت های شمالی، خانم کلینتون به راحتی آقای سندرز رو شکست میدن. یعنی از این از منظر دموگرافیک اگر بخوام توضیح بدم، از منظر کلی هم اگه بخوایم نگاه کنیم، خانم هیلاری کلینتون یک مزیت هایی رو داره نسبت به آقای سندرز که آقای سندرز میخواست از مزیت های اوبامای سال 2008 استفاده کنه، فارغ از اینکه اوبامای 2008 برنده شد انتخابات رو به خاطر اینکه تونست رأی آمریکایی آفریقایی تبار رو به خودش جذب کنه. یعنی اگر رأی اونها وجود نداشت یا نسبتش مساوی بود، خانم کلینتون برنده میشد. آقای سندرز اینها رو نداره و به دلیل مشخصی که توی نظرسنجی‌ها معلومه، یعنی استیت اول آیووا که احتمال زیاد خانم کلینتون خواهد برد، نیو همشار ممکنه نسبت آرا تقسیم بشه، و بعد میریم ایالت‌های جنوبی، آقای خانم کلینتون به راحتی انتخابات می‌برن. تفاوت اصلی جناب معماریان، برنی سندرز با خانم کلینتون را اگر بخوایم، حالا جنبه‌های دموگرافیکش رو اشاره کرد آرش عزیز که چرا به احتمال زیاد خانم کلینتون برنده خواهد شد، ولی بخشی از چپ‌ها حالا در آمریکا که جای خود داره، در خارج از آمریکا هم یه نوع حساب خاصی رو به نظر میرسه که روی برنی سندرز باز کردن. چقدر این حساب‌ها واقع بینانه هست؟ ببینید، در آمریکا حتی اون خیلی از کسایی که از آقای سندرز حمایت میکنن شانسشون رو زیاد برای انتخابات آمریکا نمیدونن، ولی معتقد هستن که حضور ایشون مؤثر هست، به خاطر اینکه به هر حال حزب دموکرات رو که در طی سالهای گذشته به سمت مرکز و حتی یه مقداری راست حرکت کرده بود، با شعارهایی که میده، با برنامه‌ای که مطرح میکنه، با به هر حال حمایتی که از مردم میگیره و در تجمعات انتخاباتیش میان به هر حال نشون میده، باعث میشه که حزب دموکرات در انتخابات سراسری خودش رو به سمت چپ بکشه و از شعارهای به از ایده ها و از شعارهایی که چپ گرایانه تر هست استفاده بکنه، و اینو تا این حد میدونه. به همین خاطر میدونه که در مناظره آقای سندرز و خانم کلینتون، ایشون در دو سه موضوعی که خیلی حساس بود و خانم کلینتون خیلی نگران بود که مثلا موضوعات بتونه که طرحش بهشون صدمه بزنه، گذشتن ازش و حتی خواستن که اصلا عبور کنن از اونها، مثل ماجرای ایمیل های خانم کلینتون. ولی مسئله خانم آقای سندرز این هستش که در انتخابات مسائلی مطرح میکنن که از خیلی از کسایی که به هر حال مسائل از نزدیک دنبال میکنن، احتمال میدن که این موضوعات هیچ شانسی برای گرفتن رأی مستقل ها و
به هر حال بخش عمده از دموکرات در سراسر کشور نداشته باشه، هرچند که به هر حال جالب هستش و به هر حال افرادش علاقمند هستن، مثل افزایش بسیار زیاد تکس بر پولدارها یا مجانی کردن دانشگاه ها اینها، که این برنامه جز برنامه خانم کلینتون قطعا نیستش. دو تا فرق عمده دارن به نظر من، یکی نحوه جمع‌آوری منابع مالی هست از نظر کمپین می‌خوام حساب بکنیم. آقای سندرز از کمک‌های بسیار کوچک استفاده می‌کنن، یعنی از کمک‌های آنها یا کمک‌هایی که مردم به صورت انفرادی انجام میدن، ولی خانم کلینتون از سوپر پک استفاده میکنن، یعنی کسایی که میتونن یه مؤسسه تأسیس بکنن و هر چقدر میخوان پول بریزن توش، و به هر حال از ماشین انتخاباتی خیلی بزرگتری داره خانم کلینتون. اون چیزی هستش که برای انتخابات سراسری آمریکا یه کاندیدابش نیاز داره، این ماشین انتخاباتی، ماشین به هر حال انتخاباتی خیلی بزرگ که پول زیاد توش هست و آدمای زیاد توش هست و میتونن که یک همچین عملیاتی رو، آپریشنی رو بتونن جلو ببرن. آقای سندرز اینا نداره به هر حال، ولی خب صداش توی مقدماتی رسونده، مسائل مطرح کرده که مسئله هستن که افراد زیادی رو، هزاران نفر رو به سالن‌های کمپین‌های انتخاباتی کشونده و این به نظر من کمک کرد که حتی خانم کلینتون یه مقداری تواصلشون باشه که اگر که میخوان که رأی دموکرات داشته باشن، اگر که میخوان که در انتخابات اقبال بیشتری بهشون بشه، باید توجه کنن که این مسئله که آقای سندرز مطرح میکنن به هر حال با اقبال زیادی در بین دموکرات‌ها مواجه هستش. آقای غفوری، اگر فرض رو بر این بذاریم که خانم کلینتون از دموکرات‌ها بالا خواهد اومد، فکر میکنید که از کمپ جمهوری خواه کدوم یک از نامزدهای فعلی واقعا میتونه یک رقیب قدر باشه برای خانم کلینتون؟ مارکو روبیو، یعنی سناتور ایالت فلوریدا که اگر بتونه بیاد بالا قوی ترین رقیب خانم کلینتون خواهد بود. یعنی در حدی که بتونه به مخاطره بندازه پیروزی خانم کلینتون رو؟ بله حتما. روبیو با یه سناتور جوون ایالت فلوریدا که نماد، یه جوری نماد رویای آمریکاییه، یعنی پدر مادر از خانواده خیلی پولداری نداشته، بارتندر بوده پدرش و کسی بوده که از خودش شروع کرده، رفته اسپیکر، سخنگوی مجلس شده، مجلس ایالتی در فلوریدا شده و تونسته برای خودش یه دونه سابقه رو درست بکنه و رقابت بین هیلاری و رقابت روبیو یه جوری اون چیزی که خود روبیو میخواد بسازه رقابت بین گذشته و آینده است. یعنی میگه هیلاری کاندیدای گذشته است و من کاندیدای آینده ام، یعنی نکست جنریشن آمریکایی هستم، اولین کاندیدای اسپانیش تبار خواهم بود و خیلی سخت خواهد بود خانم هیلاری کلینتون در برای رقابت با روبیو. هرچند هنوز شانسه به نظر من کلینتون در نهایت در کل که بتونه انتخابات رو ببره و رئیس جمهور آمریکا بشه بیشتر از کاندیدای جمهوری خواهد. آقای معماریان، از اینجا به بعد چه مراحل دیگری رو این انتخابات باید پشت سر بذارید؟ میپرسم چون انتخابات آمریکای پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره، رقابت‌های درون حزبی تا بیان افراد برسن. یه توضیحات مختصری هم در این باره داشته باشیم بد نیست. اینکه اولین ایالتی که رأی‌گیری درون حزبی توش انجام خواهد شد کجا و کی هست؟ بله ببینید، از ماه فوریه تا ماه فکر می‌کنم جولای انتخابات‌های به هر حال مقدماتی انجام بشه. اولا همونطور که شما گفتین خیلی در آمریکا پیچیده است به خاطر اینکه فصل انتخاباتی، یعنی از زمانی که افراد کاندیداتوریشون رو اعلام می‌کنن تا زمان انتخابات ریاست جمهوری حدود 2 سال طول می‌کشه، مراحل مختلفی داره. ولی بعد از حالا به هر حال اینکه الان خودشون کاندید کردن و مناظره انتخاباتی، ما انتخابات مقدماتی در ماه فوریه خواهیم داشت. 2 سال طول می‌کشه، در ایالات مختلف فرق می‌کنه. که از پیچیدگی‌های باز مسئله انتخابات در آمریکا هستش که ما مثلا در ایالت‌های مثل نیو همشایر و آیووا، اینجا ما چند تا ایالت دیگه مثلا ما انتخابات مقدمه توی اول داریم و مثلا در کالیفرنیا 2 سه ماه بعدش در جون و جولای داریم و بعضی موقع حتی وقتی انتخابات کالیفرنیا میرسه عملا رأی شهروندان کالیفرنیا دیگه عملا زیاد مهم نیست و توجه زیادش جلب نمیشه، به خاطر اینکه تا اون موقع اصلا مشخص شده که عملا مقدار رأی ها چه کسی کاندید چه حزبی هستش. و بعد از این انتخابات مقدماتی کاندیدا که مشخص بشن، یعنی این کانونشن گرد همایی حزب خواهد بودش، کاندیدا مشخص میشن، رسما اعلام میشن و بعد مناظره های انتخاباتی بین کاندیدای دو حزب خواهد بود که بعد برشن به سمت انتخابات. مسئله اساسی این هستش که در آمریکا به نظر من خیلی پیچیده‌اش میکنه این هستش که افراد در هر ایالت ما یه چیزی به نام الکترال ووت داریم که یه رأیی هستش که به هر حال هر ایالت برای خودش سهمی داره
که این سهم به میزان تعداد نمایندگان کنگره هست و سناتورهاشون که بهش الکترال ووت میگن و در هر در هر ایالت وقتی کاندیدای اون برنده بشه تمامش برنده میشه و خلاصه یه محاسبه داره که فکر میکنم از حوصله برنامه خارج باشه، ولی خب پیچیدگی خیلی زیادی داره که محاسبات خیلی زیادی رو میطلبه که از ماها و سالها قبل کسی که کار استراتژی کمپین میکنن میشن محاسبه میکنن و برای دونه دونهش برنامه‌ریزی میکنن که چطور میتونن که به هر حال هر ایالت رو از آن خودشون بکنن. آقای غفوری، از اوایل فوریه، اگه اشتباه نکنم از اول فوریه در واقع 12 بهمن این رقابت ها شروع خواهد شد، از آیووا چرا رأی آیووا آقای غفوری اینقدر مهم هست با توجه به اینکه ایالت خیلی کوچیکی است، ولی چرا اینقدر میتونه مؤثر باشه رو بقیه؟ رأی آیووا به خاطر این مهمه که چون اولین ایالتیه که البته کاکس توش برگزار میشه، یعنی انتخابات نداره، انتخابات که مردم برن رأی بدن توی صندوقی نداره، کاکس برگزار میشه، یعنی انجمنهای حزبیه که مردم در قسمت‌های مختلف میرن توی جا جمع میشن و همدیگه به کاندیداشون رأی میدن. به خاطر اینکه ایالت آیووا خب اولین ایالته، بعضی که ایالت آیووا رأیاش مشخص شد کاندیدایی که اصلی هستن مشخص میشن. شما اگه به ایندورسمنت ها، یعنی کسایی که کاندیدا رو تایید میکنن نگاه بکنین، در انتخابات گذشته از آیووا به بعد زمانیه که کاندیدا معلوم میشن چه کسی میخواد از چه کاندیدایی حمایت کنه، و توجه هم بکنین در حزب دموکرات حدود 20% رأی های کلی که در انتخابات برای مرحله مقدماتی داده میشه رأی افرادیه که تاثیرگذار هستن و از کاندیدا حمایت میکنن، مثل رئیس جمهورهای سابق، معاون اولای سابق یا فرمانداران، نمایندگان کنگره. اینا حدود بین 15-20% کل آرای الکترال ایالتی رو تشکیل میدن. آیووا که شروع میشه اول فوریه تقریبا این مسائل مشخص میشه، بعد میره تو نیو همشار که انتخابات مقدماتیه که با فاصله یک هفته برگزار میشه، و بعد میره توی ایالت ساوت کارولاینا. برای جمهوری خواهان اهمیت آیووا و ساوت کارولاینا اینه که تو هر دو تا ایالت رأی افرادی که دیدگاه مذهبی دارن، اوانجلیکا ها هستن، خیلی بالاست، حدود 30-40% در آیووا و حدود 50% در ساوت کارولاینا، و کاندیدایی که بتونه تو این دو تا یه رأی بالایی بیاره که خب یکی از کاندیدایی که شانس داره تو این دو تا آقای تد کروز خواهد بود، میتونه بگه که خب من کاندیدایی هستم که میتونین رو من حساب کنین، بعد میتونه منابع مالی جذب کنه و برای ادامه کار پول داشته باشه که بتونه موفق بشه. در انتها جناب معماری، من می‌خواستم از هر دوی دوستان بپرسم پیش‌بینیشون رو که کدوم نامزد از کدوم حزب ممکنه بیاد بالا و بعد چه اتفاق بیفته. آرش عزیز کمابیش اشاره کرد در پاسخ به سوال قبل‌تر من، شما چه فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که اگر از در واقع کدوم نامزد جمهوری خواه می‌تونه یه رقیب قدری باشه برای خانم کلینتون، و اگر بیاد بالا چه اتفاقی ممکنه بیفته اونجا؟ من شخصا فکر میکنم که خانم کلینتون خیلی شانس زیادی خواهد داشت، یعنی خیلی بعید میدونم که اصلا ایشون انتخاب نشن برای نامزدی حزب دموکرات. در میان کاندیداهای حزب جمهوری خواه اگر واقعا اتفاق عجیب و غریب نیفته و به هر حال اگر آقای ترامپ نامزد انتخاب نشه، که من خودم بعید میدونم، به نظرم آقای روبیو شانسش خیلی بالاتر از بقیه است، یعنی برای حزب جمهوری خواه یکی از بهترین کاندیدا خواهند بود و یکی از دلایل عمدهش این هستش که یک مسئله ای رو در خانم کلینتون وجود داره که بخاطر اینکه کلینتون هستن و همیشه در داخل سیاست بودن، بله، مشاورشون رئیس جمهور بوده، باعث میشه که خیلی از مردم، خب اینا دیگه به اندازه کافی بودن و اگه قرار بود تغییری بدن تغییر میدادن و بذاریم چهره جدید بیاد. و آقای روبیو هم خوب صحبت میکنه، هم داستان زندگی خیلی جالبی داره، مادرشون مستخدم بودن، پدرشون توی بار کار میکردن، داستان زندگی خوب صحبت میکنه، زندگی بدون مشکلی داشته و شانس خیلی به نظرم خیلی رقابت خیلی گرمی رو به خانم کلینتون حتما رقم خواهد زد. بسیار 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 متشکرم. امید معماریان در نیویورک و آرش غفوری در واشنگتن. سپاس از هر دوی آقایان و ممنونم از شما که تایید های برنامه ما رو همراهی کردید. برنامه ما برای مدتی در وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس خواهد بود. آدرس ما هست bbcpersian.com/safedo. آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/safedo. هم از طریق فیسبوک هم از طریق وبسایت بی بی سی فارسی میتونید با ما در تماس باشید. این برنامه رو همینطور روی کانال یوتیوب ما هم میتونید مجددا ببینید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب روزتان خوش.